شب شما بخیر. 14 دقیقه و 40 ثانیه از 8 شب رو گذروندیم. گفتم خدمتتون یه مقدمه حالا کم و زیادی تقدیمتون کردیم که در مورد چه رشته ورزشی می‌خوایم صحبت بکنیم. رشته ورزشی وزنه‌برداری که از رشته‌های موفق ما توی المپیک 2012 لندن به اعتقاد دوست و دشمن همه گفتن آقا تیم خوبه باید بگی خوبه، تیم بد باید بگی بده. این قاعده کاره و بی خودی هم کسی نه تعریف و تمجید داریم بکنیم نه از کسی الکی بخوایم خدا نکرده ایراد بگیریم. آقای کوروشخان باقری سرمربی تیم ملی وزنه برداری ما امشب اینجا حضور دارن، می‌خوایم باهاش صحبت بکنیم. شاید بخیر و خوش. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام دارم خدمت شما تمامی همکاران محترمتون، مردم عزیز و ورزش دوست کشورمون، در خدمت شما هستم. قربونت برم. به اعتماد سلیمی قهرمان المپیک، قوی ترین مرد دنیا امشب اینجاست. شاید خدا منم عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و همچنین مردم ایران. منم در خدمت قربونت. خیلی ممنون که وقت گذاشتید اومدید برنامه لطفتون. خیلی بزرگواری کردید. یه تبریک به شما بگم بابت موفقیت برای بچهای نوجوانمون. خیلی ممنون که انصافا خوب کار کردن و این بچهای نوجوان وقتی ما می‌بینیم دلمون قرص میشه که واقعا ما چند سال دیگه پشت بهداد سلیمی داریم، پشت سجاد انوشیروانی داریم، پشت نواب نصیر شلال داریم، پشت کیانوش رستمی داریم. خالی نیست، چند تامون خالی نیست، داریم بچهایی رو که بیاریم یواش یواش رو کنیم اینا رو. وقتی که این مسابقات رو ببینیم خیالمون جمع میشه. اما آقای باقری، وزنه‌برداری ما یکی دو هفته جدا شده از اون چیزی که همیشه رشته ورزشی رشته ساکتی بود، رشته آرومی بود، همه سرشون پایین کارشون رو میکردن. یه دفعه یه سونامی اومد انگار تو وزنه‌برداریمون. چیه داستان؟ داستان وزنه‌برداریمون چیه الان این روزا؟ همه میپرسن این قضیه رو، اونایی که واقعا علاقه دارن سوال براشون، دلشون میسوزه. میخوام اینا واقعا وزنه‌برداری ما چرا این بحثای اینور اونوری مطرح شد تو وزنه‌برداری؟ منم با شما موافقم. منم تایم رو هم با شما معتقدم که دو سه هفته هستش که به هر حال صحبتای داره میشه که به نفع وزنه‌برداری نیست، به نفع ورزش ما نیست و ما سعی کردیم که بتونیم به خوبی جلوی این مسائل رو بگیریم. حالا ایشالله در آینده ببینیم که چقدر تونستیم موفق عمل کنیم. من در ابتدا جا داره که یه عذرخواهی ویژه داشته باشم از مردم به خاطر برخی از بدخلقی‌ها یا بی اخلاقی‌ای که توی ورزش میشه. تو وزنه‌برداری نداشتیم که تو وزنه‌برداری هم متاسفانه شکل گرفت. من اگه اجازه بدین یه نقبی به گذشته بزنم. ما از سال 2003 تا 2010 متاسفانه در وزنه‌برداری منهای مدالای حسین رضازاده که من اعتقادم اینه با نبوغ شخصیش بوده نتونستیم صاحب مدال بشیم. حالا دلایل مختلفی رو میشه کنکاش کرد. کسایی اومدن قطعا زحمت کشیدن تو این زمینه، با حسن نیت هم اومدن، حالا به دلایلی نگرفتیم دیگه. بالاخره تا 2010 موفق نشدیم این کارو بکنیم. سال 1388 آقای حسین رضازاده حکم سرپرستیشون خورد. آبان 88، از آبان 88 تا خرداد 89 به گفته خود آقای رضازاده ایشون دنبال یک سرمربی ثابت میگشتن. خب دوستانی اومدن کار کردن، به مشکلاتی خوردن، حالا به هر دلیلی، اینکه درست یا غلط، طبق گفتهای خودشون بعدن مشکلاتی به وجود اومده بود که مجبور شده بودن به هر حال هفته یه بار کمیته انضباطی بیاد. بله. شرایطی که اون روز به وجود اومده، حالا من نبودم کنار عزیزان، ولی قطعا مشکلاتی بوده. از انتخاب شما خیلی دور از ذهن نبود. به هر حال حسین رضازاده از سال قبل همیشه نه، البته این به این شکل هم نیست. من سه سال دور بودم، سه سال دور بودم از وزنه‌برداری و تو اون سه سال اگر دوستانی که وزنه‌برداری دنبال میکنن دیده باشن، به جز این چند ماه آخر که متاسفانه ما 4 تا دوپینگی دادیم، یک تیمی رو داشتیم که تو مسابقات مختلف متاسفانه ناکام بودیم در رده بزرگسالان مخصوصا. والا خدا کمک کرد، وزارت ورزش کمک کرد، کمیته ملی المپیک کمک کرد. آقای حسین رضازاده به جناب آقای مهندس زرینگل نایب رئیس ایشون فوق العاده کمک کردن و البته بچهای وزنه‌برداری از جمله آقای بهداد سلیمی و یه عده دیگه از جون مایه گذاشتن. ما تمرینات فوق العاده سنگینی رو اجرا کردیم و خدا رو شکر تونستیم پله پله بیایم جلو و مدالای مختلف رو کسب کنیم. برای اولین بار اگه اجازه بدین من یه دقیقه دیگه حرفمو جمع کنم بعد در خدمت شما هستم. برای اولین بار تونستیم در رده جوانان قهرمان دنیا بشیم که در تاریخ وزنه‌برداری بی سابقه بوده. با همین بچه‌ها در رده بزرگسالان همون سال تونستیم خدا رو شکر
سوم دنیا بشیم برای اولین بار. و عرضم به حضور شما که تا رسیدیم به المپیک هم خدا کمک کرد ما تونستیم به لحاظ مدالایی رو کسب کنیم که در تاریخ وزنه‌برداری به لحاظ تعداد هیچ وقت تکرار نشده بود. متاسفانه یکی دو تا از دوستانی که از گو دور بودن من خیلی جاها دیدم از طریق همین رسانه ملی، از طریق مطبوعات، همیشه سعی کردن این موفقیت‌ها رو کم رنگ جلوه بدن. درست. اگر ما اومدیم سوم بزرگ سالانه دنیا شدیم، طوری اومدن صحبت کردن که انگار مثلا باید حتما اول دنیا میشد. آقای باقری، این تو همه رشته ها هست. ما هر رشته ای نگاه بکنیم میبینیم یه سری منتقد هست، یه سری دوست دشمن، همه جا هست. واقعا تو همه رشته ها هستن. ولی یه سری آدمایی که حالا نمیدونم بوده نبودشون چقدر میتونه موثر باشه. آقای بهداد خان، عرض شود خدمتت که قهرمان المپیک هستی، قهرمان جهان هستی. مربی شما، من تو مصاحبهاش خوندم، خودش هم حی حاضر اینجا حضور داره، اگر من اشتباه گفتم یا اینکه نقل قول اشتباه بوده خودشون تصحیح میکنم، مدت هاست دست به وزنه نزدی، آمادگی دوری، چرا به تیم ملی دعوت نشدی؟ والا عرض به خدمت شما که چرا به تیم ملی دعوت نشدم و بعد از خدای باقری بپرسید. من الان چند وقتی تمریناتمو شروع کردم و بیشتر از 80% آمادگی هم دارم. همین الانم هم اگر رکوردگیری گرفته بشه، من بیشتر از اون 80% که گفتن آمادگی ندارم و دارم. و خب به هر حال حالا نمیدونم دلیل این که دعوت نشدم و خودم نمیدونم، ولی بحث ما سر دعوت شدن یا نشدن نیست. من فکر میکنم که بهداد سلمی یا آقای ایکس اونقدر ارزش داشته باشه پیش مردم ایران که وقتی حالا یه مدتی به خاطر آسیب دیدگی دور باشه، بعدش بخواد تمریناتش شروع کنه و اونقدر فکر میکنم اعتبار داشته باشه که هر موقع آماده باشه و اعلام آمادگی بکنه، این وظیفه که گردنش رو بخواد بیاد این وظیفه رو انجام بده به نظرم. ولی خب مشکل اصلی ما الان در حال حاضر آمادگی نیست. ما تمریناتمون رو داریم جای دیگه انجام میدیم و نه، اگه آمادگی نیست پس چرا الان این بحثا، این حرفا، اینا مشکل درست کرده این وسط؟ این بحثا کجا اومده؟ ببینید، یه دفعه چی شد که اینجوری شد؟ از نظر من این صحبتایی بوده که از قبل از المپیک بوده و یه عرض و حضورش میشه گفت آتش زیر خاکستر بوده که بعد از المپیک متاسفانه ادامه پیدا کرد. و ما فکر میکردیم بعد از اینکه مدال المپیک میگیریم یه سری شرایط عوض بشه، یه سری برخوردا، یه سری صحبت‌ها و یه سری بی‌احترامی‌ها عوض بشه، ولی خب متاسفانه نشد. میشه بهداد، می‌خوایم الان برسیم رو داریه. میشه کلی نگی؟ ما می‌خوایم حرف بزنیم نتیجه برسیم دیگه. خب من دارم جزئیاتو میگم آقا. آره، مشکل ما الان سر اینه که آقای باقری به بچه‌های ما داره بی‌احترامی می‌کنه. چه جوری؟ لفظ صحبتش به نظر من خیلی بده. کلمات و ادبیاتیو که دارم به کار میبرم، مردم دوست دارن بدونن، یه دو نمونه رو اگه بگین. من کلماتیو که دارم به کار میبرن خیلی کلمات بد و زشتیه. یه نمونه شما خدمت شما عرض کنم، من یه مصاحبه کرده بودم، خود آقای باقری یه مصاحبه کردن اون زمانی که هنوز هیچ چیز شروع نشده بود و بعدش من مصاحبه کردم، گفتم که آقا بچهای وزنه‌برداری به نظر من بچهای مظلومی ان و این صحبت ها جایز نیست که بشه و داره حاشیه درست میشه. و دقیقاً 3 روز بعدش من وقتی رفتم توی سالن تمرین و خواستم تمرین بکنم، آقای باقری با یه لفظ خیلی بد جلوی نوجوانانی که بهداد سلمی الگوی ورزشیشونه، با یه لفظ بسیار بد، یه کلمه خیلی زشت و زننده‌ای رو به کار برد که من حتی همین الان جلوی دوربینم به خودم اجازه نمیدم که بخوام چه این صحبتی بکنم. و این یه نمونه است واقعاً از نظر من، و خیلی چیزای دیگه هم بوده و هست که مشکل ساز شده. خیلی خب، فقط من یه بزرگواری رو مثلا دوستان بکنم کوتاه جواب بدن که بتیم بیشتر به سوالاتون برسیم. آی باقری، اول اینکه آیه سلیمی این صحبت رو میکنه، من خیلی دوست دارم بدونم چی. اولا روزی که المپیک تموم شده، اگر من این مصاحبه رو کردم 85% آمادگی، به خاطر این بوده که یه تلنگر رو بچه ها بخوره، زودتر بیان خودشون رو برسونن، اگر آسیب دیدگی دارن بیان آماده بشن. بهداد سلیمی سال 2011، 5 ماه قبل از، اگر اشتباه نکنم، حدود 5 ماه قبل از مسابقات جهانی پاریس، 400 و اگر اشتباه میکنم خودتون اصلاح کنین، 475 کیلو مجموع زده. الان حدود همون 5 ماه و نیم بیشتر به مسابقات نمونده. من اگر این صحبت رو کردم به خاطر این بود که بچه‌ها زودتر برگردن و یه مقداری فکراشون آماده بشه که بیان به تمرینات شروع کنن. این اولین مسئله. بعدم این که آیه بهداد سلیمی مسابقات اردوی نوجوانان که شروع شد، ایشون تقریبا هفته 3 جلسه پیش من بود.
می اومد فیزیوتراپی میکرد، حرکت درمانی میکرد، حتی من زنگ میزدم که میپرسیدم وضعیت کتفش چطوره، می اومد اونجا حرکت درمانیشو انجام میداد. روزی که ایشون داره اشاره میکنه من پشت میزم نشسته بودم، آقای سلیمی اومد کنار من نشست. بله. نوجوانان مشغول تمرین بودن. من توی سالن تمرین بخوام بگم به داد 10 کیلو بیشتر بیا، باید داد بزنم اینقدر صدای وزنا زیاده. ایشون اگر میگن یه چیزی رو گفت جلوی نوجوانان، اولا من تکذیب میکنم چیز غیر اخلاقی رو به ایشون گفته باشم، ضمن اینی که کنار دست من بوده، اصلا کسی دیگه اونجا نبوده. این اولین صحبت. بعدم این که این دوستان عزیزی که این صحبت ها رو میکنن، واسه خود من سواله، من یه سوال روشن دارم. میخوان چیکار؟ مثلا دو تا هدف بیشتر نمیتونن داشته باشن. یک، میخوان کوروش باقری نباشه، ایرادی نداره، بالاخره ارث پدری من نیست. یه روز اومدم یه روز میرم، فدراسیون وزنه‌برداری رئیس داره. بله. نمیخواستن با خود کوروش باقری صحبت کنن. اولین جایی که آقای سلیمی صحبت کرده روزنامه بوده. اولین جایی که آقای باقری هم صحبت کرده روزنامه بوده. راجع به چی؟ شما به جای اینکه بیای تو روزنامه بگی آقا فلانی پشتش باد خورده، نمیدونم فلانی اینجوری شده تو روزنامه، من اسم کسی رو نمیدونم. شما میتونستی نه نه. شما وقتی جمع میبندید آقای باقری، شما وقتی جمع میبندید یعنی همه رو دارید میگید. شما وقتی که کنار دست من نشستی، من اگر چیزی رو بخوام به شما بگم هفته ای سه جلسه، شما اگر با کسی مشکلی دارید، شما اگر با کسی مشکلی دارید میاد تروش بهش میگید. من واقعا متاسفم. وقتی دارید تو اذهان عمومی، وقتی دارید تو اذهان عمومی، شما میگید آتش زیر خاکستر اگه قبل المپیک، قبل از المپیک هم چه مسائلی بوده، ولی من خودم شخصا به خاطر اینکه نخوام لطمه‌ای به اون مدالی که میخوام بیام بیفته و این حواشی دور برم نباشه، من خود من یا همه بچه‌ها هیچ کدوم این مسئله مطرح نکردم. بدا جان من یه چیزی خدمت عرض کنم، چرا مطرح نکردی؟ چرا باید مطرح میکردم که اینجوری بخواد این حواشی اومدین؟ چرا من از طریق روزنامه بگم آقا باقری برعکس اینی که دارن میگن که آقا من آدم انتقاد پذیرم، من میگم اصلا آدم انتقاد پذیری نیستم. ببین اینا یه موضوعاتیه که ببین حالا من چیزی چون اگر من اون موقع این مسئله مطرح میکردم، یا من یا هر کس دیگه، هر کدوم از این بچه‌ها، مطمئن باشید که برخورد میکردم. آقا سلیمی شما با همین کوروش باقری وزنه‌برداری که 7 سال هیچ مدالی رو نگرفته، با برنامه‌های همین کوروش باقری و رفتار همین کوروش باقری اومدین، خدا رو شکر زحمت کشیدین قهرمان شدید. شما بحث اصلا عوض حالا حالا باقری. نه حالا این بحث اساسیه که معای باقری مردم باید بدونن. دقیقاً شما دارید بحث، مردم باید بدونن این مدال‌ها چجوری به دست اومده. شما دارید بحث می‌کشید حالا حسین رضازاده آقای باقری، یه لحظه به سمت چی؟ به سمت تمرین و نظم و دیسیپلین. من خودم اعلام کردم، گفتم آقا کوروش باقری علم تمرینش خوبه، نظم و دیسیپلینش خوبه، منم قبول دارم. مصاحبه منم قبول دارم. کوروش باقری تمریناتش باعث اساسی آقا ما شده. آقای سلیمی نه من اینو قبول دارم. من اینو در اومدم آقای باقری الان رو در داریم من ادامش چه حرفی زدم؟ من اگر گفتم کوروش باقری تمریناتش باعث آسیب دیدگی شده، گفتم ولی در عوضش رفتیم نتیجه گرفتیم. ادامه حرف منو اگر اونا نگفتن حالا یه لحظه آقای باقری، یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه آقای باقری، یه لحظه شما داریم من ببینید آقا اجازه بدید به خاطر اینکه بخواید شأن و شخصیت خودتون رو ببرید بالا، بخواید آقای سلیمی، آقای باقری اجازه بدید که توی اردوی تیم ولی من بی احترامی بذار به یکی بگم یکی برگرده که تمکین کردی، مدال جهان گرفتی، رکورد دنیا رو زدی، مدال المپیک گرفتی، وقتی خارج از این قاعده بشیم ما حرفی نداریم. من البته شما این صحبت رو فرمودید، منم تکمیل صحبت‌های شما باید بگم. من از اولین مسابقه‌ای که رفتم توی مسابقات جوانان آسیا مدال طلا گرفتم، حمله کردم به رکورد آقای رضازاده، تا موقعی که اومدم رسیدم به سن بزرگسالان و اومدم زیر نظر شما توی تیم ملی بزرگسالان. اولین سالی بود که اومدم توی تیم ملی بزرگسالان. خب من اینو میخوام بگم که اثر نداشت. من میخوام اینو بگم که شما وقتی دارید میگید که آقا ما اگر به جای بهداد سلیمی یا فلانی رو 4 نفر دیگه هم کار میکردیم میرفتن مدال المپیک میگرفتن، شما بعد اینم در نظر بگیرید. حالا آقا اجازه بدید، یه لحظه اجازه بدید آقای باقری، اجازه بدید خواهش میکنم. نمیکرد اون وزن داشت، اجازه بدید سلیمی اومد آقای باقری، اجازه بدید من بشینی بگی آقا من پرچم سفید دقیقاً کی میخواد الان شما امسال کی میخواد برای شما مدال بگیره؟ حالا بشینید آقای باقری اجازه بدید خیلی خوب. ببینید ما الان کلا نشستیم اینجا با هم دیگه، ببینید بحث آخرش به خدا تهشو بخواید نگاه کنید، ولی من جواب سوالمو نگرفتم. سوء تفاهم اصلا برفرض همه صحبتای آقا بهداد به عنوان نماینده تمه بچه‌ها
درست. بله چشم. من جواب سوالمو نگرفتم. الان آقای بهداد سلیمی و دوستاش چی میخوان؟ خب اینا اجازه بدید. آره. یه فاصله تنفسی کوتاه بعد چای پخش بگیریم که یه تنفسی هم بیننده خوب بکنن و بعد بگیریم ببینیم که واقعا جناح چی مقابل الان من واقعا نمیدونم چی میخوان. بریم برگردیم خدمت شما هستیم. شهر شما خدا ببینید من یه چیزی خدمت شما بگم ته دل همه این بچه ها رو به قرآن نگاه بکنی و همش اینه که بتونن یه حرکتی بکنن که واقعا دل مردم شاد بشه. همه جا این اتفاقا میفته. ببین من اصلا بحثی نه با بهداد نه با کوروش، قبول دارم هر مربی یه سیستم یه سبکی برای مربیگری خودش داره، هر کسی یه سبک یه جوریه دیگه. علی پروین تو فوتبال یه جور مربیگری میکنه، مجید جلالی یه شکل دیگه مربیگری میکنه، هر دوتاشون هم مربی فوتبال هم، ولی هر کسی یه سبک خاص خودش داره و من هم نمیتونم بگم آقا تو کار درست یا غلطی یا اشتباه. منتها ببینید شما اگر همین الان خود مردم نشستن شنیدن یه بخش از صحبت‌های بچه‌ها رو شنیدن دیگه، انصافا بین و بین الله تهش رو نگاه بکنید ببینید واقعا من اونجا اینو گفتم یا نگفتم، اون گفت اینو، واقعا این آخرش یعنی من جواب سوالمو بگیرم. بهدا جان الان شما واقعا من فکر می‌کنم نظر شخصی من فکر می‌کنم که با این شرایط نمیشه با آقای باقری کار کرد. چه جوری با این شرایط با این وضعیت نمیشه؟ آقای باقری اومدن دارن فکر میکنن کلا سر خودت میره. خب چرا کلا سر من میره؟ حیفه، میتونی بعد از اینم باز قهرمان بشی. مطمئن باشی من غیر از آقای باقری هم میتونم و با آقای باقری هم میتونم. خب حالا به حرف من گوش بدید. همون آره نه. همون شما به حرف من گوش بدید، من دارم میگم با آقای باقری هم میتونم ولی نه با این شرایط، نه با اینکه بخواد با خدای نکرده با بددهنی و توهین و بی احترامی بخواد ادامه بده. چرا قبل اینکه برید هر روز یعنی به اداره سلیمی المپیک بددهنی، اصلا بددهنی کوروش باقری رو شنیده تعامل کرده؟ بله. چرا یک جا در نیومده به من بگه آقا اینجا بددهنی بود؟ ما چند بار قبل از المپیک من با شما سجاد فلانی چند بار با هم بحثمون شد؟ اصلا بحث نکردید. چرا چند بار با هم بحثمون شد؟ اتفاقا با هم بحث کردید. چرا چند باری با هم بحث؟ خب حالا اینا بحثایی که به حال خیلی شاید سندیه نمیدونم، به حال یکی میگه من گفتم اینا به این بحثای مهمی نیست بهدا جان. خب اگه درست میگین چرا اون موقع به آقای رضازاده انتقال ندادین که این حرفا کذب محض؟ آقای باقری ما نمیخوام، ما هدفمون خیلی بزرگتر از این حرفا. خب حالا الان من شخصا من هدفم ورزش رو عوض کنین میگم. نه 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 خیر، هدف من از اینکه به آقای رضازاده نگفتم، هدف من اینه که من میخواستم اون موقع مدال طلای المپیک بگیرم و اصلا واسه من این چیزا مهم نبود. خب اجازه بدید متاسفانه شما رو بگیره. خب من وقتی این حرفا رو اون موقع مطرح می‌کردم متاسفانه واسه من اون موقع هم این حاشیه‌ها درست نبود. خب اجازه بدید من نکته عرض کنم خدمت شما. کسی که مستقیم بر تو روی من واسطه بود توی اردو تیم ملی موند، اومد رفت توی گوانجو مدالشو گرفت، بعد می اومدم کسایی که سن سالشون کمتر بود و کنار میذاشتم. آقا ببینید هدف وقتی که هدفمون واقعا صحبت من سر کلام باشه، ببینید من نه من همه حرفامو آقای باقری ما اگه بخوایم اگر... اینجوری جلو بریم باور کنید به هیچ نتیجه نمیرسیم به خدا. یعنی میدونی چیه الان اینجا من بگم اینو گفتم ایشون بگه نگفته، ما خواستیم یعنی میخوایم هدفمون اینه که بشینیم یه جمعی، شاید این جمعی که قرار بود بیرون تشکیل بشه اینجا گذاشتیم. خب من دارم میگم این بس باید دیگه آفرین با متولیان وزنه‌برداری. آره. ولی تو شرایط آروم جلو وزنه‌برداری من متاثر بشم از اینی که این رفتار توی وزنه‌برداری خب. وجود اومده که هیچ وقت نباید میشه. بسیار ببینید ان شاءالله این نکاتی که الان داریم صحبتشو میکنیم عرض کردم خدمتتون، بعد چندمین بار دارم میگم خدمت شما که نتیجه و بحث آخر کار ما هدفمون اینه که واقعا به یه جایی برسیم که نسیخ بسوزه نه کباب، نه این جوون واقعا کم برای زحمت کشیده شده، نه این مربی که اینجا نشسته همینجوری یه دفعه بلند شده اومده شده سرمربی تیم ملی.
و الان هزار بار از این اتفاق افتاده، بدتر از ایناش هم اتفاق افتاده، نشستن توی فضای راحت صمیمی بدون بحث و جدل حرفاشونو زدن به این نتیجه رسیدن شفاف باشه، تموم شده رفته پیکارش. حالا ان شاء الله به امید خدا که این اتفاق یه بار دیگه بیفته تو وزنه برداری که مردم اگر دارن میگن برگردیم. مردم بریم یه لحظه با بریم برگردیم تا بعد داریم اینا رو همون داریم که به یه نتیجه منطقی برسیم، حداقل از بحث اون چیزی بگیریم دیگه. بریم با هم دیگه برگردیم خدمتتون. پنج دقیقه از هشت شب گذشته، داریم در مورد اتفاقات حال حاضر اردوی وزنه برداریمون صحبت میکنیم که دیگه اصلا نمیخوایم واردش بشیم که آقا من فلان روز یه همچین چیزی رو گفتم، شما نگفتی، شما چرا تکذیب کردی، شما چرا تکذیب، اصلا بحث این حرفا ندیم. هر چیزی که تا الان بوده اتفاق افتاده. آقای باقری، به هر حال شما به قول معروف 4 تا پیرن بیشتر توی این رشته وزنه برداری پاره کردی، الان مربی سرمربی تیم ملی وزنه برداری ما هستی. این بهداد سلیمی ما به هر حال یه جوونه که اومده مدال طلای المپیکو برامون آورده، احترام هر دو تاتون برای همه ما واجبه، قاعدتا هم همین هستش. مونتا واقعا میخوایم الان اگه بخوایم ما از برنامه امشب وقت اضافه‌مون یه نتیجه بخوایم بگیریم، ها بهداد، خب یه نتیجه بگیریم دیگه، میخوایم ببینیم خب واقعا این بحثایی که تا الان اتفاق افتاده رو آیا واقعا میتونیم بی خیالش بشیم، راحت خیلی صمیمی بخوایم حرفشو بزنیم که آقا تا الان هر چی بوده بذاریم کنار، بگیم آقا از الان یا علی مدد میخوایم شروع کنیم، دستونه به دستم شروع کنیم به کار کردن. آیا واقعا فضاش الان اینجوری الان فکر می‌کنیم میتونیم این کارو با این شرایط؟ نه به نظرم. خب شما الان خودتون با بچهای دیگه که صحبت کردید، ببینید من یک دقیقه شما صحبت کنید، یک دقیقه کوروشه، من به استناد حرفم همین الان توی یکی از خبرگزاری‌های ایران اون جمله‌ای که در مورد من نوشته شده هست و موجوده. همین الان مردم میتونن برن ببینن آقا وقتی بهداد سلیمی داره میگه که به شخصیتم توهین شده، وقتی بهداد سلیمی داره میگه که آقا اینا برای من احترام قائل نیستن، همین الان مردم میتونن برن توی این خبرگزاری بخونن و اون مطلبی که بزرگ نوشته شده و بخونن که چه کلمه‌ای در مورد من به کار رفته. خب حالا من این سوال ازت بپرسم، اگر بهداد سلیمی مدال طلای المپیک رو نمی‌گرفت الان این موزگیری؟ ببینید من هر کاری دارم میکنم فقط به خاطر مردمه. من الان رفتم مدال طلای المپیک گرفتم، واسه کشورم افتخار آوردم خب، و پرچم کشورم توی یه کشور دیگه اومدم به اهتزاز درآوردم و واقعا اینا همش به عشق وطنم بوده و منم متقابلا انتظار دارم که برای من احترام قائل بشن. یعنی اینکه من انتظار ندارم وقتی از المپیک برگشتم بخواد یه سری کلمات بد و زشت در مورد من به کار بره، حالا چه رو در رو، چه بخواد توی مصاحبه یا توی خبرگزاری نوشته بشه. منم چه انتظاری ندارم. خب منم چه انتظاری از کسی ندارم. من جواب سوالم هنوز نگرفتم. خب حالا یه لحظه آقا بهداد گل الان چی میخواد از فدراسیون، از کوروش باقری چی میخواد؟ من واقعا نمیدونم. من دارم خب. میگم الان من جوابم واضح به شما دادم، گفتم آقا با این شرایط یعنی کار کردن سخته کنی؟ با این شرایط کار کردن با کوروش باقری سخته، کار تو تیم ملی برشون سخته. حالا فرصت رو برای کوروش بذاریم دیگه. خیلی خوب آقای کوروش خان، اولا راجع به خبرگزاری میگی، من واقعا متوجه حالا اونا رو خبرگزاری فارس سخته بس من گفتم، من نمیدونم اونا رو ول کن دیگه، اینکه چی گفته اون چی، اینا رو اصلا گوشیم کنار. میگم الان شاید جوابهای اویه، بالاخره تو دعوا حلوا پخش نمیکنه. خب الان شما الان دوستان بگن که ما نمیایم، حالا یعنی واقعا ما به همین راحتی میتونیم که وزن در واقع کسایی که ببینید وزنه برداری فقط کوروش باقری و بهداد سلیمی نیست، درست؟ وزنه برداری قدمت بیشتر از 60 سال تو ایران داره. نه منظورم اینه که قهرمان اومدن و رفتن، فضایی رو فراهم کنین که این اگر مردم میپذیرن چارچوب کار اینه که ورزشکار بیاد تعیین کنه مربی چوری رفتار کنه. من حرفی ندارم، از همینجا میگم آقا خداحافظ، شما اصراری هم ندارم. من فکر نمی‌کنم کسی هم میگم احترام، من نگفتم کوروش باقری چیکار کرد، من نه تو برنامه نکردم جایی، نه تو برنامه های نظم و دیسیپلین. بابا جان خب از بده الان آیه باقری، بچا دل خوریشون از اینکه میگم کوروش باقری شاید یه جورایی به حال از نظر از من که شاید اصلا میشه برخورد دیگه، من احترامی به کسی نکردم. حالا یه جوونم به حال شما خودت دلار من با اینی که بخوام بگم که بهداد بی زحمت
پاشو تو رو خدا. اصلا صحبت ما سر این چیزا نیست. اگه این چیزا صحبت ما سر این چیزا نیست. واقعا بلدی نمیشه آدم تو رسانه بگه. یه سر علامتی که آدم نداره بگه. حالا یه جوری دارین میگین الان مردم نمیدونن فکر کنن کوروش واقعی مثلا دقیقاً اصلا مهم نیست. اصلا مهم نیست. من واقعا متاسفم که من واقعا متاسفم شما با ورزشگاه دروغ میگی. من دارم تو روی شما دارم درست میگم. من اگر آدم دروغگویی بودم پشت سر شما حرف زدم، ولی تو روی شما دارم میگم آقا شما کلمات بدی رو دارید. چرا اینا رو فقط جلو دوربین ملدی میگی؟ چرا نیومدی جلو خودم بگی؟ شما نبودی، شما ازبکستان بودی. خب یعنی قبل از ازبکستان هیچ مشکلی نبود؟ چرا بوده آقای باقری؟ خب چرا شما داری بحث رو اصلا میکشونی سمت یه بله دیگه؟ حالا آقای قاضی هم من سوالم اینه آقای باقری، من سوالم اینه چرا این صحبت ها قبل از اینی که بیاد روی میز خدمت شما مستقیم کوروش واقعی گفتن شده؟ یه لحظه ببخشید، نمودار من الان بهترین عامل موفقیت فرسین وزنه‌برداری رو تو آینده چی می‌بینید؟ تغییر برنامه‌های فعلی فدراسیون بوده، یکیش 21.77 هم، اون یکیش هم انسجام و هماهنگی اعضای تیم ملی زیر نظر فدراسیون سرمربی که 78.23 هم در واقع خودتون ملازم می‌فهمید که تغییرات چقدر فاحشه و حالا دیگه به حال نظرات مردم خوب عزیز ایران هستش. ما فقط دو تا یه دقیقه به دوستانم بدیم. فایل داری مثلا؟ خیلی خب نمیدونم، فقط واقعا میتونیم با این شرایطی که الان وجود داره دوباره ما این بچه‌ها دور هم دیگه داشته باشیم، دوباره یه تیم ملی مثل المپیک لندن داشته باشیم؟ آرزوی همه ما ایرانی‌ها اینه. خدا کنه اتفاق بیفته. امشب که ما برات